معلوم عقل ازدقت نفس است آکل کسی هست که حکومت بر نفس خود داشته باشد و نگذارد نفس تبیان کند او را بدیه ها و او را به اعمال های زشت و خبیحه بکشاند پس هر کس از اندازه ای که حکومت او بر نفس او بیشتر است عاقل‌تر است هر اندازه ای که انسان در مقابل خواهش خود و در مقابل اشتها و شهوت ها نفسانی خود و در مقابل غضب خود هر اندازه ای که انسان دیوانه‌تر است ضعیف‌تر است او جاهل‌تر است این حساب عقل از روی لغت جوانی ارجمندی هم در تلویزیون از من نیم تو سرسر را خورد دهند که اگر جاهل گناه می کند البته می کند اما عالم چرا گناه می کند کسی که عالم شد و دانسته شد باید دیگه پیگامون گناه نگردد عالم آلوده نباشد من اگر چه به طور اختصار تلفنم جواب اون ارجمند را دادم و او هم تا حد قناعت کرد باز هم وعده دادم که در منبر هم صحبتی از این مرحله تقدیم می کنم خدا در وجود انسان غریزه شهوت خلق کرده است هم شهوت عقل و شرب را و هم غریزه جفتی را برای آنکه انسان تقریبا در وجود انسان این قوه شهریه به منزله وزارت مالیه میماند خرج و مصرف رسان در وجود انسان این قوه شهریه است انسان که درست نشد در حقیقت مجبور می شود باید از جا حرکت کند بازار برود کار کند خدمت انجام بدهد تا دفع گرسنگی و رفع تشنگی کند در حقیقت دنیا مردم برای کار است خدا انسان رو برای عمل خلقت کرده است اگر این نفس و شهوت نباشد انسان به چه داعی باشد برود کار کند برود یکی مزدوری دیگری بکند یکی دکانداری کند برای آن که نفس از او نام می خواهد تن از او لباس می خواهد اهل عیال از او مصرف می خواهد قوه غضبیه را خدا هم در نهاد انسان و در خمیره انسان خلقت کرده است و این قوه غضبیه اصلا برای این خلقت شده و فلسفه او این است که از نواحیس انسانیت دفاع کند انسان به خدا چون جوهری خلقت کرده چون جوهر ایجاد فرموده است که حق حرمت او نشود آبروی او نریزد انسان معزز زندگی کند و عزیز و ارجمند زندگی کند این قوه غضبیه به منزله وزارت دفاع در وجود انسان است که دفاع کند از جان خود دفاع کند از مال خود دفاع کند از ناموس خود دفاع کند از عرض و آبروی خود و از تمام شعور شخصیت خود کسی که در زندگی خود اصلا قهر ندارد اصلا غضب ندارد این آدم قوه دفاعی از ننگ و ناموس خود ندارد باید غضب باشد از اون طرف هم خدا در مغز انسان قوه عقله را خلقت کرده که این عقل قوه شهوت را تعدیل کند راستی اگر شهوت انسان و این قوه خود خواب انسان اگر تعدیل نشد اگر سرکشی چون آتش شعله می کشد باری انسان را به بلاهای دنیا و آخرت مبتلا می کند باری اگر شکم سر کسی زور شد و اگر نفس بر کسی غالب شد باری انسان را از انسانیت ساقط می کند و آخرت نوبت نرسیده در همین دنیا انسان را نفس رسوا کرده و رسوا کند سر آخرت پس خداوند تبارک و تعالی قوه عاقله را قرار داده است برای آنکه غضب را تعدیل کند نگذارد بیجا غضب کند و در وقت غضب زیادتر از دفاع دیگر عملی انجام ندهد قوه شهوت را تعدیل کند اگر انسان عالم شد تازه چیزی را می فهمد اما غضب او سر جای خود است شهوت او سر جای خود است آنچه که مردم جاهل دارد عالم ممنون را دارد باری علم چیز دیگر است ارجمند مکرم عملم چیز دیگر است عاقل کسی هست که حکومت بر نفس خود داشته باشد و اختیار نفس خود را
کنند. به عرض من رسیدگی کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از غزوات تشریف برده، در وقتی که از غزوه جنگ برمیگردد، حضرت می فرماید طبق روایت رجعنا عن الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر. حضرت می فرماید که از جهاد کوچکتر و از جهاد بزرگتر برگشتیم و بر عهده ما باقی مانده است جهاد بزرگتر. یکی از صحابه کرام عرض می کند یا رسول الله، ما از جهاد با کفار برگشتیم و شما او را جهاد خرد و جهاد کوچک حساب می کنید؟ جهاد بزرگتر از او کدام است که بر عهده من باقی مانده؟ حضرت می فرماید که جهاد بزرگتر جهاد با نفس است. این جهاد با نفس نسبت به جهاد با کفار بزرگتر است. دو دقیقه سه چهار دقیقه به من مهلت بدی برایتون به عرض برسانم که جهاد با نفس چرا از جهاد با کفار، از جهاد با اهل حرب و از جهاد با دشمنان دین اسلام؟ جهاد با نفس که نه اعدا عدوکم نفسکم التی بین جنبیکم، حدیث شریف دیگر است، این نفس ما که در بین دو بازوی ما موجود است. جهاد با این چرا دشوارتر از جهاد با کفار باشد و بزرگتر باشد؟ از حیثیت عمل بزرگتر است، از حیثیت مشقت بزرگتر است، از حیثیت عجز و سلام هم قطعا بزرگتر است. برای اون که این زمینه را توضیح بدیم، صلوات و رحمت یک جهت آمد که جهاد با کفار در ایام عمر انسان گاه گاه اتفاق می افتد. شما ببینیم جهاد با کفار هم جهادی است که به اختیار خود کسی نمیتواند جهاد کند. در رکاب پیغمبر باشد یا در رکاب خلیفه وصی پیغمبر باشد یا در رکاب اول الامر عادل باشد که اونها امر جهاد بدهند و کسی جهاد کند، و این در عمر انسان کمتر اتفاق می افتد. چنانچه که دلیل بر کم اتفاق افتادن او همین است که ما و شمایی که در این مسجد نشسته ایم، شنیده ایم یک جشن استقلال، یک طغرای نیکنامی از نیاکان و گذشتگان من مانده است که یک وقتی با کفار و با انگلیس ها جهاد میکردن. حتی اکثر کسانی که در اون جهاد شامل بوده اند فعلا زنده نیستن. جوانان ارجمندان من و شمایی که اینجا هستیم تا الان عمر ما به هر حدی که رسیده هست، به هر اندازهی که رسیده هست، موفق به جهاد با کفار نشده ایم. برای چی؟ برای آن کم اتفاق می افتد. اما جهاد با نفس مردم 24 ساعت جهاد است، در هر دقیقه و در هر لحظه جهاد است. انسان اگر نفس خود، اگر از نفس خود یک روز غفلت کند، اگر انسان از نفس خود یک لحظه و یک ساعت غفلت کند، ببیند به چه بلایی مبتلا شده است. جهاد بزرگ این جهاد با خواهش است که همه شبها هست، همه روزها هست، در تمام ایام زندگانی این نفس سرکش خودخواه با انسان همه دست بر یخن است. ما میکشیم، عقلمون میکشد ما را به جانب خیر، ما را به جانب سعادت. نفسمون سرکشی میکند ما را میکشاند به جانب شر، به جانب فسق، به جانب فجور. از این جهت یک جهتی که جهاد با نفس بزرگ است این جهت است. یک جهتی دیگرم که جهاد با نفس بزرگ است جهتش این است، راستی اعجوبه است نفس انسان و عجیب ترین مخلوقی که در صفحه کائنات آمده این انسان است. جهاد با نفس چرا سخت است؟ به عزمم برست گوش کن، انسان مخلوقی هست که از علم ممکن است ترقی کند و به حدی برسد که در کره مریخ ما و در فضای دیگر و در کرات دیگر در فضای لایتناهی دست تسلیم و تسلط خیش را، پنجه خیش را به او برساند. انسان مخلوقی هست که گاهی اسلحه بر تن خود کند، بر شیر و پلنگ حمله می کند. انسان مخلوق و موجودی هست که حد اکثر از حیوانات درنده را و گزنده را مسخر خود کرده است، و این انسان مار را مسخر خود می کند. در فضای کره مریخ ما این انسان می رسد. خدا می داند
میکند که اگر گویا این ذرات این اسلحه اتمی را که این انسان دست برای خود ساختند، اگر آینده را خراب نکردند، اگر دنیا را مغلوب نکردند، اگر کره ارض را توده خاکستر نکرد، این انسان اگر 3-400 سال دیگر زنده بماند، اگر این مدنیت و این کاروان آدمیت اگر 1000 سال دیگر زنده بماند، به کجا دست و پنجه بزند خدا میداند. آیا چنان زندگی کنند خدا میداند. باری این انسان مخلوق عجیبی هست، مگر یادتان نرود این انسانی که با پلنگ می جنگد غالب می شود، شیر را تناب بگردنش می اندازد، مار را مسخر خود می کند، این انسان پیش نفس خود به زانو در آمده هست. شما توجه کنید، شاهان کامگار، شهریان عالی مقدار، جهانگیری ها کرده اند، مسخر ها کرده اند، اما اختیار ندارند یک گیلاس شراب را نخورند. برای چی؟ برای آنکه نفس بر اونها از جاه دیگر مسلط شده هست. انسان با تمام قوا و قدرت خود پیش نفس خود به زانو در آمده هست. حق است کسی که به نفس خود حکومت کند، حق است که او بر جهاد اکبر فائق شده هست و او جهاد بزرگتر را بر فرمایش پیغمبر اکرم انجام داده هست. کنون رخت به قدرت اربتا اجازه میدهد که بیشتر از این زحمتتون بدهد. پس معیار عقل به اساس مدد این میشود. پس هر کسی که میخواهد به عقل به کسی دیگر مفاخره کند، بگوید من عاقل تر از تو هستم. به چی؟ به ثروت درست نیست، به قد و قامت درست نیست، به جمال کمال درست نیست. هر کسی که نفسش زیر دست تر است او عاقل تر است، هر کسی که نفس به او زورتر است او جاهل تر است. پس معنای عاقل به این عبارتی که عرض کردم با تقویت از حدیث شریف و استمدادی که از فرمایش پیغمبر اکرم کردیم، عاقل ترین مردم در روی دنیا کسانی هستند که حکومت انضباطی بر نفس خود، بر شهوت خود، بر غضب خود داشته باشند. بی جاه نگویند، بی جاه نروند، چیزی بی جاه نخورند. هر آدمی که خوردن خود کنترل کرد، پول پیدا کردن خود کنترل کرد، رشوت نخورد، سود نخورد، حرام نخورد، دکاندار ها های به چشم مردم نیند را به ترازو کن فروشی نکرد، این آدم به دستور اسلام و نبوییم آقل سلام از آیات شریفه قرآن هم بپرسیم که عاقل کیست. پس عاقل کسی است به این حسابی که رسیدیم، هر کسی که هر کس در وظیفه خود، هر کس در صنعت خود، مامورین و موظفین دفترها اگر توانستن رشوت نخورن، ما به صفت عاقلی قبول میکنیم. اگر آلوده به رشوت بودن، آلوده به ظلم و ستم بودن، هر چطور دریشی اعلا بپوشن، عاقل حساب نمیشود. خیال میکنن، من ببخشین دیگه گفتنی رو باید آدم جان مخ نکرد. یک عده خیال میکنن که پیش آمردم دست به جیب کرتی میانداد. آلا دیگه مرچ عاقل کسی است که دست به جیب فهدون میاندازه، نمیتور نیست. میخواهید به جیب کرتی بندازی از خودت است، میخواهید دست به جیب پتلون بیندازی از خودت است. اگر رفتی سر چوکی نشستی و رشوت نخوردی، ما غلام تو خواهیم بود. اگر رشوت خوردی، ناپاک نفسی کردی، ظلم و ستم کردی، تفرقه انداختی، به نام شیعه و سنی پیکر اسلام زخمدار کردی، دست به کرتی بیندازی، به پتلون بیندازی، سکرت چمراست کش کنی، عاقل نیستی و جاهل استی به دستور عقل نیست. اسراف دکاندار ها هم همین است. اگر دروغ نگفتی، کسی به بازی ندادی، چای بده علاز چای خوب ندادی، نمیدانم مسکر مفروشن چیزی دیگر مبراید، سرشیر و قیمار مفروشن چیزی دیگر مبراید. در بازار اسلام، در شهر اسلام، در مملکت اسلام، در سلطنت اسلام، در پایتخت اسلام این همه خیانت، باز هم در دماغ هر کسی که نفته است که من عاقلم. هر کس که در وظیفه خود، هر کس که در حرفه خود، هر کس که در پیشه خود خیانت نکرد، او عاقل است. هر کس که نفس در او زور شد،
او را به حرام، او را به گناه، او را به فسق و فجور آلوده کرد، او جاهل است به حساب اسلام. یک چیزم به خود بگویم که تو خوش شدی، هر عالمی که زمان محال روحانیت مردم را به دست میگیرد، وظیفه عالم از همه سخت‌تر است. عالم با جاهل بسازد، او را رهنمایی کند. از قرآن پرسید، قرآن می‌فرماید عاقل کیست؟ من الان به شما آیه شریفه می‌خوانم. قرآن می‌فرماید عاقل کیست؟ عجیب چیزی است، راستی که قرآن معجزه پیغمبر اکرم است. از قرآن می‌پرسید ای کتاب خدا عاقل کیست؟ و غیر عاقل جاهل کیست؟ قرآن به ما می‌گوید که عاقل کسی است که گوش دارد، عاقل کسی است که چشم دارد، عاقل کسی است که زبان دارد، جاهل کسی است که چشم ندارد، گوش ندارد، زبان ندارد. چطور میشه این علامت عقل؟ شما خواهد گفتیم که کل ما الحمدلله شکر ام گوش داریم، ام چشم داریم، ام زبان داریم. نه اینطور نیست. اولا این آیه رو بخونم که گره دلت نماند که در کجای قرآن گفته است که عاقل گوش دارد، چشم دارد، زبان دارد. در اول قرآن در سوره بقره سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، خدا در قرآن می فرماید که اینا کرانند و کورانند و گنگانند، پس عقل ندارد. پس این گوشی که همه ایمان داریم مدار عقل نیست، اون مدار عقل است. آیه شریفه دیگر تفسیر می کند، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنهم احسنهم اولئک هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بشارت بده گوشداران. خدا به پیغمبر اکرم می فرماید بشارت بده گوشداران اقلارا. کدام گوشداران؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آن گوشدارانی که سخن بسیار می شنوند اما آنچه که حق است قبول میکنند. عاقل کسی است که حق را بشنود قبول کند، جاهل کسی است که حق را بشنود اناد کند، نجاج کند، تعصب کند، با حق بجنگد و با حقیقت سرکشی کند. عرض خود دارم جمع کند. قرآن می فرماید که عاقل کسی است که زبان داشته باشد، جاهل کسی است که بی زبان است، بکم است. شما خواهد گفتیم که همه ایمان زبان داریم. نه، زبان عقل چیزی است. و این من البیان لسحر، زبان عقل آن زبانی را میگوییم که در مرکز دلها جا بگیرد، دلها را نرم کند و ملایم کند. زبان جهل زبانی است که قهر و غضب مردم را برافروخته کند، دلهایی که نزدیک است دور کند. زبان عقل و زبان علم دلهای دور را به هم نزدیک میکند. من بنخشید خوشم می آید عرفی از حضرت امام شافعی در اینجا نقل کنم. صلوات رو بریم. امام شافعی می گوید اگرچه عرف کمی زننده است لیکن عرف حق است. حق اگرچه تلخ باشد آدم باید قبول کنم. بازم عذر من این است که عرف از من است، از من نیست، از یکی از ائمه مذاهب اربعه برادران محترم اهل سنت و جماعت و از برادران اسلامی ماست. می گوید که الجاهل، بازم از تو بخشش می فردم عرف آمده باید گفت، میگد الجاهل اذا سکت فک الجدار و اذا نطق فک الحمار. امام شافعی میگوید جاهل اگر سکوت کند چون دیوار است، اگر عرف بزند چون حمار است. یک عرف بزند، یک کلمه بنویسد، یک دنیا اسلام به اختشاش و فتنه و شرع آورد. حق است فرمایش امام شافعی. عاقل کسی است سکوت او اعتبار، که اگر سکوت کند سکوت او یک دنیا عبرت باشد، اگر عرف بزند عرف زدن او دلها را تألیف کند، دلها را به هم دیگر نزدیک کند،